بنام خدا تو این آموزش میخوام یک توضیح مختصری در مورد لایه بندی بدم میام هام لایر لایر پروپرتیز رو میزنم لایه که خودش همیشه داره و آماده در لایه صفر است ما کار رو انجام دادیم میخوام بهش اضافه کنیم به لایه این اولی رو میزنیم نو اسم لایه میدیم مثلا میدیم لایه سنتر نوع خطش رو زخامت خط و اینا رو میدیم مثلا رای سنتر میزنیم سبز باشه نوع خط رو میام اینجا از توی این کتاب سنتر رو میزنیم اگر نبود لود رو میزنیم از اینجا انتخاب میکنیم و اوکی میزنیم ما الان سنتر رو داریم اوکی میزنیم براش زخامت خطش رو هم اینجا میاییم انتخاب کنیم هیچ یه لایه دیگه درست میکنیم به نام مثلا هیدن برای خطای ندید میام اینجا رنگش رو عوض میکنم نوع خطش رو با لود میام هیدن رو پیدا میکنم یا دش رو و هیدن رو اینجا انتخاب میکنم اوکی میکنم زخامتش میشه 25 خط اصلی, اصلی اون اگه 35 باشه خط اصلی اینجا میام خط اصلی رو زخامتش رو میزم 35 ای خط اصلی 35 صدم باشه خط چین میشه 25 صدم هر چی جز این دو تا باشه میشه زخامتش 18 صدم مثلا خط اندازه باشه خط محور باشه هاشور باشه همیشه 18 صدم میشه بر اساس استاندارد زخامت خط ها هستش مثلا یه لایه دیگه هم اینجا میذاریم به نام هاشور هچ اونم خطش رو پیوسته وسته میذاریم کانتینیو میذاریم رنگ براش عوض میکنیم و که هم باید باشه یه لایه دیگه هم مثلا میزنیم به نام دیمانسیون برای اندازه گذاری اونم رنگش رو عوض میکنیم مثلا این رنگ رو انتخاب میکنیم نوع خط پیوسته هی وسط هم زخامتش درست است. خب اینو می... حالا هر لایه که بخوایم فعال باشه روش کافیه که فقط کلید کنیم مثلا میخوام لایه خط محور فعال باشه این رو روش کلید میکنیم و این قسمت این تیک سبز رو روش میزنیم آلت سی هم بزنیم کارنت یا فعال میشه من این خط رو انتخاب میکنم توی لایه سفره میخوام برای توی لایه سنتر کافی که اینجا باز کنم این پنجر رو بزنمش لایه سنتر الان دیگه رفت توی لایه سنتر یا این موضوعمون همون توی لایه صفر فعالش میکنم کافیه که اینجا بیام اینو با کنیم اینجا بای بشه و این هم بای بشه یه الان خط سنترمون رنگش بای بشه زخامتش هم بای لایر بشه و نوع خطمون هم بای بشه رفت توی لایه خودش مثلا میخوایم اینجا لایه هاش رو فعال کنیم میام لایه هش رو میزنم یه هاشور رو اینجا میخوام بزنم دستور هش رو میزنم بهتر اینه که قبل از اینکه بیام اینجا لایه سنتر رو بیام خاموش کنم ببین دامپو که بزنیم خاموش میشه دیده نمیشه هست ولی دیده نمیشه لایه هاشور فعاله هاشور رو میزنم یه نوع هاشور براش انتخاب میکنم مثلا رنگیش میخوام میکنم و کلید میکنم داخلش و اینتر رو میزنم به این صورت خودش رنگش آبیه بای لایر بای لایر بای لایر یعنی همه مخ... مشخصاتش بر اساس که ایجاد کردیم هستش حالا لایه سنتر رو دوباره روشن می‌کنم میتونم ویرایشش کنم دبل کلیک بکنم روش و بیام نوع هاشور رو عوض کنم مثلا, مثلا. دوباره دبل کلیک کنم و بیام اینجا مشخصاتش رو عوض کنم مثلا یک رو بکنم فاصله رو بکنم نیم ریستر میشه یا زاویهش رو عوض بکن با حالت های مختلف رو میتونیم توی تنظیماتش انجام بدیم میام لایه بعدی لایه اندازه گذاری مثلا میام لایه اندازه دیمانسیون رو فعال میکنه یه اندازه این قسمت از اینجا تا اینجا رو میزنیم یا طول کلیش رو میزنیم که اینا تنظیماتش رو میتونیم انجام بدیم میتونم مثلا لایه فعالمو بیام عوض کنم لایه ف... خاموش روشن کنم قفل کنم مثلا لایه سنتر رو من میخوام قفل کنم لایه سنتر قفل شده الان من میخوام مثلا لایه سنتر رو فعال کنم بعد بیام مثلا اینجا رو تیریم کنم روی لایه سنتر میخوام هیچ کاری انجام هیچ کاری ویرایشی نمیتونم انجام بده ببینید علامت قفل میاد نمیتونم علامت قفل هست هیچ کاری روش نمیشه انجام پس لایه که فعال بود میتونیم قفلش بکنیم الان قفل باز کردم الان میتونم دیریم کنم مثلا و لایه فریز هم میتونم بکنم مثلا لایه دیمانسیون رو میتونم فریزش کنم فریز شد ببینید الان دیگه لایه دیمانسیون رو نمیبینیم و منجمد شده ما کارهای دیگر رو لایه دیگه میتونیم انجام بدیم ولی اون به دست نخورده میمونه